اگه سوالی در مورد بحثه قبلی یا حالا نحوی مرتبط با بحثه هست من تستش تحروشه ما استفاده میشه. خب از برادرها اگر کسی هستن سوال دارن با اجازه، چون گفته بودیم که دوستانی که اولین بار سوال میپرسن تو اولویت قرار میدیم، من میکروفون در اختیار آقای شرفی میذارم. فقط آقای دکتر میگه زمان رو هر چه خودتون سبب میدید مدیریت کنید. سلام علیکم. من خیلی کوتاه سریع بپرسم، شاید برداشت دارم برداشت غلط بوده. من دیشب برداشت کردم شما در ایران فرمودید که فلسفه در راه پیدا کردن خداوند متعال مثل اینی که آدم شمعی دست داشته باشه و دنبال خورشید بگرده در روز، نمیدونم، یا براهین برهان های فلسفی در راه پیدا کردن خدا اینجوری تعبیر شده است. شما من خواستم بدم آیا حالا این بحثان خیلی هست که جامعه خصوصا توی ایران مطرح میشه، چون که یه عده میگن که نمیشه با فلسفه به خدا رسید، که اصلا فلسفه جزی از دین نیست و باید تفکیک بشه از دین و نگاه نشه به اون در حالا اثبات وجود خدا، یا اصلا نباید در نظر گرفته بشه، یا این توابعی که مثلا خدای ما خدای ائمه است نه خدایی که فلسفه برای اون اثبات میکنه، خدایی که ائمه رو میگه. یکی اینو میخواستم بدونم که آیا این نگاه صحیح هست یا اینا غلطه، و دیگه اینکه در نگاه ائمه فلسفه چطور بود، آیا مثلا مسائلی که در مورد امام صادق و شاگردانشون مباحث فلسفی که بوده این نگاه صرفا یه نگاه علمی بوده یا نگاه دینی هم هست به فلسفه؟ دستونم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من یه مثالی میزنم در این که وارد بحث بشیم. شما در دبستان، دبیرستان و تا حدی در دانشگاه یه مدتی آموزش می‌بینید. میرید سر کلاس، معلم درس میگه، شما گوش میدید. در مرحله یادگیری هستید. اما اگه کسی بخواد راه علم رو طی بکنه، همیشه نباید در مرحله یادگیری باشه از دیگران. مرحله یادگیری رو باید پشت سر بگذاره، خودش وارد مرحله تحقیق و پژوهش بشه. در دوره یادگیری ما از پژوهش‌های دیگران استفاده می‌کنیم. در مرحله تحقیق و پژوهش خودمون تحقیق می‌کنیم، پژوهش می‌کنیم، ابتکار عمل رو به دست می‌آوریم. از اول نمیتونیم پژوهش بکنیم برای اینکه اون زمینه و توانایی لازم رو نداریم. باید از دستاوردهای دیگران بهره ببریم، راههایی که طی شده رو ببینیم، اون وقت ببینیم چه قدمی باقی مونده و قدم باقی مونده رو خودمون برداریم. اگر نه همون کنم از اول پژوهش کنیم، همون باید از اول از صفر شروع کنیم، کاروان علم لنگ میمونه. حالا اگه کسی که به مرحله پژوهش رسیده، ما بگیم که دیگه وقت آن رسیده که خودت با افتخار به فکر و ذهن خودت سخنی بگی، دیگه نقل قول از این و آن بس. این معنیش این نیست که دوره آموزشی که دیدی غلط بود، نه، اون دوره سر جاش درست بود، تا
تا آخر قرار نیست ما در مرحله آموزش باشیم. معرفت انسان مراتب داره. ما اگه به مرتبه بالاتر رسیدیم میگیم اون مرتبه پایین‌تر برای توقف مناسب نیست، باید اون مرحله پایین‌تر رو طی بکنیم تا اون مرحله بالاتر برسیم. اما میگیم در این مرحله توقف نکنید، برید بالاتر. خودشناسی مراتب داره. یه مرتبهش در وجود ماست، مثلا اکتسابی نیست، فطریه. اون فقط بذر معرفته. خب میگیم این خیلی خوبه، ولی قرار نیست در این مرحله بمونی. مرحله دوم خودشناسی عقلی و استدلالی است. ما قدرتی داریم به نام اندیشیدن، فکر کردن. اینو باید به کار بگیریم، این قدرت اندیشه و فکر، از این راه به خدا برسیم. اما آیا بالاتر از این هم مرحله‌ای هست؟ یا همیشه باید در همین مرحله فکر و استدلال باقی بمونیم؟ عرفا میگن بالاتر از این هم مرحله‌ای هست، یعنی تا جایی از این مسیر رو با پای عقل میریم، اما قرار نیست تا قیامت همینطور با پای عقل بریم. گفتیم عقل ما رو تا به علم و یقین میرسونه. حالا باید گامهای بالاتری رو برداریم. معنیش نیست که اون گامی که برداشتیم بی اعتبار بود. این نردبان رو داریم بالا میریم. اگه پله های اولیه رو طی نکنیم به پله بعدی نمیرسیم. میگیم تو همین پله های اولیه توقف نکن، برو جلوتر. معرفت فلسفی لازمه، معتبره، ضروریه، اجتناب ناپذیره. اما گفتم این آخر خط نیست. تلقی درست اینه. هستن کسانی که میگن اصلا معرفت فلسفی باطل و پوچ بی خودی. خب من اون نظریه رو قبول ندارم، اون نظریه قابل دفاع نیست، برای اینکه ما از اول عارف نیستیم. یعنی عرفان نقطه شروع نیست، ما عارف آفریده نشدیم، ولی عاقل آفریده شدیم. این عقل سرمایه است که همه داره، از این باید بهره بگیریم، منتها در حد این باقی نمون، بریم بالاتر. خدای فلسفی خداست، یعنی فلسفه ما رو به خدا میرسونه، ولی این مقدار از معرفت کافی نیست. لازم هست، کافی نیست، باید از این بالاتر بریم. بنابراین سخن از درجات معرفت، نه از دو راهی که رقیب همان، آلترناتیو همان، یا باید این انتخاب بکنیم یا اون رو. خیلی ها اینجوری فکر کردن تو تاریخ. همین بحث عقل و عشق که میگن یه معنیش همینه، یا عقل یا عشق. اما این غلطه. یه چنین قول شماها دایکاتومی نداریم، یا عقل یا عشق. هم عقل هم عشق، هم فلسفه هم عرفان، هم عقل هم قلب. اما آیا این با راه ائمه ناسازگاره؟ با راه قرآن سازگاره یا ناسازگاره؟ میدونید خیلی ها هستن، خیلی از متشرعین متدینین که میگن فلسفه با دین نمیسازه، با فلسفه مخالفن. حتی تو حوزه علمی هم علمایی داریم که با فلسفه مخالفت میکنن. وهابی ها و سلفی ها اساسا فلسفه رو کفر میدونن. فیلسوف رو گیر بیارن سرش رو میبرن. از قدیم هم بوده. غزالی کتاب نوشت به نام تحافت الفلاسفه، تناقض گویی های فیلسوفان، 800 سال پیش. در این کتاب 20 تا مسئله رو مطرح میکنه، میگه در این 20 مسئله فلاسفه بر خطا رفت. 3 تا از اون 20 تا رو میگه اینا دیگه نمیشه از اینا گذشت، این خطاها خیلی فاحشه، بر
اساس این سه تا خطا فلاسفه همه کافرن. ابن سینا، فارابی، اینا هم کافرن. ابن تیمیه که در واقع پیشوای فکری وهابیون هست، در همون دوره بوده، کتاب داره بر رد فلاسفه و بر رد عرفا، هر دو، یعنی وهابی‌ها هم با فلسفه مخالفن، هم با عرفان مخالفن، هم با عقل، هم با عشق، هم با عقل، هم با دل. یعنی ما دو تا چراغ داریم، یکی عقل، یکی دل، هر دو رو خاموش کردن. چی اومده جاش؟ تهجر. و به دنبال تهجر، لازمه عملی تهجر چیه؟ خشونت. یعنی من اگه با شما اختلاف نظر دارم، چند تا راه حل داره. یکی این که با شما گفتگو بکنم، شما رو متقاعد کنم با استدلال. خب این راه رو بسته میدونم، چون راه عقل رو قبول ندارم. راه دوم این که بپذیرم شما هم یه نظری دارید و تسامح کنم. بگم خب شما نظر خودت داشته باش، منم نظر خودمو دارم، دعوایی هم نداریم. اینم تو اون منظومه فکری وهابی و سلفی اصلا جایی نداره. میگه تو باید حرف منو بپذیری، دلیلم نباید از من طلب بکنی، باید بپذیری. یعنی باید به زور بپذیری. وقتی بحثی مطرح میشه میگه یا بپذیر یا بزنم، راه دیگری وجود نداره، یا قبول کن یا گردن زده میشی. این تفکر وهابی و سلفیست. یعنی هر جا شما راه عقل رو بستی، چاری و گزینه دیگری غیر از این باقی نمیمونه. این تفکر توی تشیع خیلی جای تأسفه. یعنی حالا یه عده در تشیع پیدا شدن که با عقلانیت مبارزه میکنن، تشیعی که نهج البلاغه داره، سراسر عقلانیت. آیا قرآن ائمه با فلسفه موافقن؟ فلسفه چی هست اصلا؟ برای عزیزانی که حالا رشتهشون این نیست، ممکنه ندونن فلسفه چیه. فلسفه یعنی آقا تفکر عقلی نظاممند. یعنی شما بشینید فکر کنید بر اساس عقل و این فکرتون رو نظاممند کنید، سیستماتیک کنید، روشمند و نظاممند. آیا این کار درسته بر اساس قرآن؟ خب به قرآن مراجعه میکنید. من یه شب اشاره کردم، دیشب بینیدم که بود، سراسر قرآن دعوت به تفکر تعقل. فلسفه یعنی همین، تفکر، تعقل. قرآن نمیگه فقط بیایید قرآن بخونید. توجه میکنید شما الان اگه برید مدینه، مکه، اونجا تو مسجد النبی میبینید که اینا نشستن شب رو دارن قرآن میخونن. قرآن خودش نمیگه شب روز بشینید قرآن بخونید. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خداوند میگه ما نشانه هامون رو، آیاتمون رو نشان میدیم. آیات و نشانه های ما کجاست؟ در آفاق، در انفس، در جهان بیرون و در جهان درون. external horizon و جهان درون، our inner self. دو تا جهان هست برای مطالعه. قرآن میگه تو این دو تا جهان مطالعه کنید. میگه راجب آسمان و زمین بیندیشید.
نمیگه فقط قرآن و حدیث بخونید. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. خردمندان، فرزانگان کیان؟ مثلا میشه روز قرآن میخونم؟ نه، قرآن میخونم، ولی کسانی هم که درباره خلقت آسمان و زمین، گردش لیل و نهار، چرخش روز و شب می اندیشند. درباره طبیعت مطالعه می کنند. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت. چرا به آسمان نگاه نمی کنید؟ چرا به اون حیوان نگاه نمی کنید؟ در آفرینش او تدبر نمی کنید؟ قرآن کتاب تعقل و اندیشه است. ائمه هم اینطوره. نهج البلاغه رو ببینید. شما تا اهل تعقل و تفکر نباشید نهج البلاغه رو نمیفهمید. نهج البلاغه وقتی میخواد رابطه خدا و خلق رو بیان میکنه چی میگه؟ خدا امیرالمومنین. آیا خدا داخل جهانه یا خارج جهان؟ این سوال رو از حضرت پرسیدن، خدا داخل جهانه یا بیرون جهان؟ از ابن تیمیه پرسیدن خدا کجاست؟ گفت خدا بالای عرش نشسته، روی تختی زده لم داده اونجا نشسته. خب این چه خداییه که اون بالا رو تخت میشینه؟ یه خدای انسانواره دیگه، آنتروپومورفیزم بهش میگن توی کلام مسیحی. یعنی خدای شبیه انسان، خدایی که تصور میکنن تو مسیحیت هم این بوده، خدای شبیه انسان، مطور یه انسان خیلی گنده با جلال و جبروت مثل یه بادشاه، یه تختی داره اونجا نشسته تکیه داره. یعنی عقلانیت نباشه خدا میشه این شکلی. شما بپرسید از وهابیون که این آیه که میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست شماست، یعنی چی؟ خدا میگه دست داره. میگم بله، خدا دست داره. تو دست داری، خدا دست نداره؟ خیلی هم دست گنده ای داره، به کوری چشم شما. اون وقت میگیم خب این دست خدا آخه چجور میشه خدا دست داشته باشه؟ میگه اونو دیگه نپرسید، خدا دست داره، چجوریه جورشو نمیدونی. احمد ابن حنبل از پیشوایان همین فرقه میگه که آقا دست که معنیش معلومه، اون دیکشنری رو باز بکنید، ید یعنی دست. قرآن که میگه ید الله، ید یعنی دست دیگه، دستم اینه. اما حالا دست خدا مثلا چه شکلیه، چقدر قدرتمنده، چقدر گنده است، اونو ما نمیدونیم. میگه الید معناه معلوم، معنای ید معلوم، ولی کیفیت و مجهول، یعنی که شکلش چجوریه، ابعادش چیه، اینو نمیدونیم. و سؤال و بدعت، تو میپرسی دست خدا چه شکلیه، بدعت قائل شدی. اگه یه بار دیگه میپرسی گردن تو میزنم. این توی چنین نظامی اصلا جایی برای تفکر باقی میمونه؟ احمد بن حنبل امام ها، یه عالم معمولی نیست، امامیست که حرفش برای اونها حجت سنده. شما تا پای عقلانیت رو به میان نیارید نمیتونید هیچی درباره خدا بدون. یه خدای انسانوار میشه، آنتروپومورفیک تیالوجی. دو تا تیالوجی بوده هم در مسیحیت هم در جهان اسلام. یکیش همین آنتروپومورفیزم بوده، خدای شبیه انسان. مثلا میگیم خدا خشمگین میشه، میگن آقا ببینید انسان چجور خشمگین میشه، رگای گردنش برد فرشته میشه، چهرهش سرخ میشه، آقاتش تفت میشه، بالاخره عصبانی میشه. خدا
خشم میگیره اینجوری. این میشه آنتروپومورفیزم، خدای شبیه انسان. یه عده دیگه برای اینکه گرفتار این اشتباه نشن، خب میبینن این که واضحه که غلطه، میگن آقا ما اصلا نمیفهمیم خشم خدا یعنی چه، قدرت خدا یعنی چه، هیچی نمیفهمیم. اینو میگن نگاتیو تئولوژی، الهیات سلبی. یعنی ما فقط میتونیم بگیم خدا چجوری نیست، نمیتونیم بگیم خدا چجوری هست. هیچ حکم ایجابی، هیچ حکم ایجابی، affirmative statement، we cannot say any affirmative statement about God، هیچ حکم ایجابی درباره خدا نمیتونیم بگیم. اما حکم سلبی میتونیم بگیم. نمیدونیم خدا عالمه یعنی چه، ولی میگیم خدا جاهل نیست، قادره نمیدونیم یعنی چی، ولی میگیم خدا ضعیف نیست. خب اینم الهیات سلبیه، یعنی که اینو در الهیات ما میگن تعطیل. تعطیل یعنی عقل ما تعطیله، هیچی نمیفهمه راجع به خدا. دو تا نظریه است، تشبیه تعطیل. تشبیه یعنی خدا شکل ماست، تعطیل یعنی هیچی نمیدونیم، تاریکی مطلق، ابسولوت دارکنس. هر دو تا نظریه غلطه، برای اینکه ما در قرآن هم میبینیم خدا رو توصیف کرده به صفاتی که ما میفهمیم اون رو. خدا عالم، آقا عالمه، ما معنی رو میفهمیم. اما باید توجه داشته باشیم که عالم بودن خدا با عالم بودن ما فرق داره، معنی علمش فرق نداره، تفاوت در اینه، علم ما محدوده، علم اونا محدوده، ولی هر دو علم. علم ما مخلوط با جهله، یه چیزی رو میدونیم یه چیزی رو نمیدونیم. علم خدا علم خالصه، مخلوط با جهل نیست. علم ما حادثه، یعنی یه زمان این علم رو نداشتیم بعد یاد گرفتیم. خدا علمش ازلیه، وجودش ازلیه، علمش هم ازلیه. پس هم علم خدا شباهت داره به علم ما، یعنی هر دو علم، معنی هر دو یک چیزه. علم یعنی اونی که کشف از واقع میکنه، در مورد خدا هم اینه. اما خب علم او تفاوت داره به دلیل اینکه وجودش تفاوت داره. بعضی از عرفای ما گفتن تشبیه و تنزیه، یعنی یه چیزی میگیم شباهت داره با ما از یه بود، بعد تنزیه میکنیم، یعنی میگیم خدا ورای اینه، یعنی در حد ما نیست، محدودیت های ما رو نداره. آیه قرآن میگه که لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل خدا نیست. این اون تنزیهه، ولی اینجا تمام نمیکنه آیه. اگه همینجا تمام میکرد، همون الهیات سلبی، هیچی مثل خدا نیست دیگه، بس هیچی نمیدونی. اما بلافاصله بعدش میگه چی؟ لیس کمثل شیء و هو السمیع البصیر، یا و هو السمیع العلیم. خدا شنواست، خدا داناست. یعنی یه چیز سلبی گفت، دوباره یه چیز ایجابی گفت. یعنی تنزیه و تشبیه با هم جمع بشن، تنهایی هر کدومو بگیری خطاست. خب از امیرالمومنین پرسن آیا خدا داخل در جهان یا خارج جهان، چی جواب بده؟ اگر بگه خدا داخل جهانه، یعنی بیرون از جهان نیست، یعنی یه جایی در عالم هست، خدا در اونجا حضور نداره، و این با مطلق بودن خدا، با بی نهایت بودن خدا ناسازگاره. اگر بگه خدا بیرون از جهانه، یعنی داخل جهان نیست، یعنی داخل جهان خالی از خداست، خدا اینجا حاضر نیست، خب اینم درست نیست. اگر بگه هم داخل جهانه هم خارج جهان، چجوری میشه؟
نه داخل نه خارج، اون که اصلا معنی نداره، اینه دیگه اصلا نیست. اما هم داخل جهان هم خارج جهان. خب همین که گفتید خدا داخل جهانه یه مشکل پیش میاد. اگه گفتید که مثلا این شکر داخل این آبه، یعنی قاطی با این آبه، مخلوط شده با این آب، شربت که درست میکنید شکر رو با آب مخلوط میکنید، خدا داخل جهانه این شکلیه، مخلوط شده با اشیا. اگر بگید خدا خارج جهانه، یعنی خدا از جهان فاصله گرفته، چون اگر چیزی خارج از چیزی باشه این از اون فاصله گرفته دیگه، هم مخلوط بودنش اشکال داره هم فاصله گرفتنش اشکال داره. معجزه کلام امیرالمومنین اینه، میگه داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، داخل اشیاء هست اما قاطی اونها نیست. خارج عن الاشیاء لا بالمزایله، خارج از اشیاء هست اما فاصله با اشیاء نداره، بر کنار از اونها نیست. یعنی چی؟ یعنی محیط به همه است، هم داخل هم خارج، احاطه داره به هم، چون نامتناهی همه جا هست، هم ظاهر هم باطن. این بدون عقلانیت میشه این جمله رو فهمید؟ بدون اینکه شما تحلیل فلسفی بکنید نمیتونید اینو بفهمید. الهیات غربی در نهایت به همین رسیده، به یک گوشه هایی از این حرف رسیده که God is both transcendent and immanent، یعنی هم متعالیست هم حضور همه جایی داره. اگر بگید خداوند فقط ترانسندنت، یعنی متعالیست، یعنی بیرون از جهانه، خب دیگه در این جهان حضور نداره، وراست دیگه، اینجا نیست. اگر بگید اینجاست دیگه بیرون نیست. پارادوکس عرفانی و فلسفی که در اینجا وجود داره اینه که both transcendent and immanent، هم ورای هستیست هم حضور داره در همه جا. چجور میشه موجود اینجور باشه؟ موجود اگر بی نهایت باشه اینجوری میشه. بی نهایت یعنی چی؟ رو بی نهایت فکر بکن. بی نهایت یعنی هیچ جا از او خالی نیست. موجود اگه بی نهایت باشه یعنی شما جایی رو پیدا نمی کنید که اون نباشه. و پس هم داخل جهان هم خارج جهان. یه جا اگه نباشه بس دیگه بی نهایت نیست، محدود میشه دیگه، اینجا نیست. میشه مرز او. بی نهایت اونیست که مرز نداره. یه مثال، یه جمله بود. هزاران از این جمله ها، از این جملات توی نهج البلاغه، تو کلمات ائمه است که شما بدون تفکر عقلانی نمیتونید اونا رو بفهمید. اینا که میگن فلسفه کنار بذاریم یعنی اینا رو نفهمیم، و اینجوره میگن، به اینجور عبارات که میرسن میگن نمیدونیم یعنی چی علمه این ده اهلی. خب اگه قرار نبود بفهمید بس امیرون برای کی اینا رو گفته؟ برای چی گفته اصلا؟ گفته که ما یه چیزی بفهمیم دیگه. فهمیدنش هم بدون تفکر نمیشه. تفکر عقلانی یعنی اون فلسفه. البته تو تفکر عقلانی ما دچار خطا هم میشیم، انسانیم دیگه، انسان توی علمش دچار خطا میشه. این علمی که امروز اینجا رسیده از اول که اینجا نبود، اینقدر تئوری های علمی اومدن باطل شدن یا تدریجا تصحیح شدن تا رسیدیم به وضعیت فعلی. اینم وضعیت نهایی نیست، اینم ادامه داره، پرونده این نظریات باز. خب همین سوال بود دیگه. استاد باز میخوام من این صحبت شما با این کلمه صمد یکی میشه دیگه، نه؟ از این الله صمد با عرض معذرت، چون چند نفر از دوستان چند شب گذشته گفتن که
وقت سوال رو مدیریت رو محدود کنیم که بحث سلسله وار من جسارتاً اگه شده بدیشین سوال شما رو پستپون میکنم به شبای آتی با مدت آی دکتر رو به ادامه بحثشون برسن صلواتی ختم کنم بحثم رو با همین سوالات پیگیری میکنم یعنی ادامه یه همین پرسش و باز کردن ها اینا بحثایی نیست که با یه جمله و یه توضیح 10 دقیقه‌ای حل بشه بعضی وقتا ناچارم تکرار بکنم اینم خورده نگیرن عزیزان 100 بارم نگفته بشه جا داره در هر بار گفتنی یه زاویه ای از بحث آشکار میشه و بحث من هم حول همون آیات ابتدای سوره بقره است من منتظرم اون نجواهای بین الاسمینی قطع بشه بعد شروع کنم ما در وجودمون 3 جنبه هست میتونیم بگیم 3 بُعد در وجود ما برجسته است یکی اون بُعدیست که درک میکنه کاگنیتیو دایمنشن اون بُعد ادراکی ما حالا میگیم عقل برای اشاره به این بُعد از وجود انسان اون قوه فاهمه اونی که میفهمه درک میکنه یه بُعد دیگر وجود ما بُعدیست که ما احساس میکنیم یعنی اون مرکز عاطفه ایموشنال دایمنشن اولی رو میتونیم بگیم کاگنیتیو یا انتلیکچوال دومی رو میگیم ایموشنال این توقف هم برای اینکه صحبت ها تمام میشه من اگه گوشم یکمی سنگین بود شنونده خیلی مشکل نداشت بُعد سوم بُعد فیزیکیه جسمانی کاری که با دست و پا انجام میدیم پرکتیکال کاگنیتیو ایموشنال پرکتیکال بُعد عقلانی بُعد احساسی بُعد عملی عمل خارجی ما این ستا این دیگه عمده وجود ما این ستا بُعد مثلا میتونیم بگیم تفکر و عقلانیت با مغز سر و کار داره احساس با دل سر و کار داره و عمل با جواره و دست و پا مثلا ما این ستا بود بود عقلانی بود عاطفی بود عملی یه انسان وقتی کامله که هر ستا بودش هر سه بُعد وجودش هماهنگ رشد بکنه یعنی اگر ما فقط بُعد عقلانیمون رشد بکنه بُعد عاطفیمون ضعیف باشه خب انسان ناقصی هست یعنی انسانی که همه چی رو میفهمه ولی عاطفه نداره بی‌رحم خشنه احساس نداره آدم احساس شدید داشته باشه تعقل نداشته باشه احساس بدون عقل کور نمیدونه چی رو دوست داشته باشه چی رو دوست نداشته باشه چی رو چقدر باید دوست داشت چقدر نباید دوست داشت چی رو باید نفرت داشت چی رو باید دوست داشت عاطفه اینو تعیین نمیکنه عقل تعیین میکنه عاطفه دنبال عقل شما یه خوبی رو تشخیص میدید این کار عقل و دل از اون خوشش میدید عشق میدرزید
یه زشتی رو تشخیص میدی، دل از اون نفرت پیدا میده. احساس باید تابع تعقل باشه، وگرنه احساس کور میشه. احساس و تعقل آثارشون در عمل پیدا میشه. عمل درست عملی است که ریشه داشته باشه در احساس درست، و احساس درست احساسی است که ریشه داشته باشه در شناخت درست. بنابراین نقطه شروع کجاست؟ ما بخواییم انسان رو خودمون رو تصحیح بکنیم، نقطه شروع بعد معرفتی است. قدم اول شناختن. اول به چیزی باید عشق ورزید بعدن شناخت، یا اول باید شناخت بعد عشق ورزید؟ شما اگر اول عشق ورزید دیگه نمیتونید بشناسید. عشق مانع شناختن میشه. حب و شی یعمی و یسن، دوست داشتن یه چیزی آدمو کورکر میکنه. شما اگه کسی رو یا چیزی رو دوست داشته باشید دیگه عیبهاشو نمیبینید. نفرت هم همینجور، اگه از یکی بیدلیل نفرت داشته باشید دیگه خوبیهاشو نمیبینید. احساس باید تابع معرفت باشه. احساس درست احساسیست که تابع معرفت باشه. شناخت باشه دنبالش احساسی متناسب با اون شناخت، و عمل متناسب با اون شناخت و احساس. این که توی تعالیم دینی ما هست، تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه. یک ساعت فکر، یک ساعت هم معنی یک ساعت نیست، یعنی 60 دقیقه نیست. ساعت به عربی یعنی یه لحظه، ساعت یعنی لحظه. یه لحظه فکر از 70 سال عبادت گاهی بهتره، یعنی عبادتی که حاصل تفکر نباشه. حر ابن یزید ریایی که عزیزمون اینو خوندن حکایتش رو، یه لحظه فکر بود که اونو نجات داد از این رو به اون موکت سرنوشتش رو. از لشکر یزید او رو وارد اردوگاه امام حسین کرد. دشمن امام رو تبدیل به شهید در رکاب امام کرد. حاصل اون یه لحظه تأمل و فکر بود، وگرنه فکر نمی‌کرد، می‌نشست عبادت می‌کرد، قرآن می‌خوند، قرآن بدون تدبر. این تحول در وجودش پیدا نمی‌شد و چنین سرنوشتی پیدا نمی‌کرد. حالا در بحث معنویت، در بحث عرفان، در بحث معنویت و در حادثه ی عاشورا همه این عناصر رو باید توجه کرد. قدم اول در معنویت راستین معرفت، شناختن، شناختن خداوند. منتها در عرفان گفته میشه که اون شناخت عقلی، به توضیحی که دیشب عرض کردم، اون شناخت ابتدایی و بعد شناخت عقلی کافی نیست، باید از اون فراتر برید. شناخت عقلی عشق تولید نمیکنه، اون دیدن است که عشق تولید میکنه. اصلا کلمه عرفان یعنی شناختن. عرفان از عرفه یا عرفو یعنی شناختن. عارف یعنی کسی که میشناسه. حالا معادله های این توی زبان های اروپایی به این زیبایی کلمه عرفان نیستن. معمولا همه کلمه عرفان رو ترجمه میستیسیزم میگن. میستیسیزم توش شناختن نیست،
این کلمه اصلا معنی شناختن نهفته نیست. میستیسیزم از میستری به معنی رازه. عرفان راز آلود هست. یعنی یه بعدی از عرفان رو کلمه میستیسیزم میرسونه. اما اون بعد معرفتی رو نشون نمیده. میستیسیزم به شما میگه این یه چیزیه که یه جوری با راز سر و کار داره. خیلی چیز راز با راز سر و کار داره. جادو هم با راز سر و کار داره. یا مثلا اسپریچوالیتی گاهی گفته میشه، همین معنویت رو ترجمه اسپریچوالیتی قرار میدن که خب ترجمه مناسبی نیست. اسپریچوالیتی از اسپریت معنی روحه و بهتر میگه ترجمه بشه به روحانی نه معنوی. اسپریچوالیتی یعنی روحانی، مربوط به عالم ارواح روح. معنوی مینینگ توش نیست، بیتناسب نیست، ولی این اینم در جمعه اون واژه نیست. اسپریچوالیتی به شما میگه این یه چیزیه به یه نحوی با روح سر و کار داره. باز توش مفهوم معرفت و شناختن نیست. یه واژه است توی همین زبانهای اروپایی که اون با عرفان به لحاظ معنا نزدیکه، ناستیسیزم، گنوسیز. اون با نالج همریشه هست، توش یه معنی اشارهی به معنای معرفت و شناختن هست. واژه های دیگه به کار میبرن، مثلا contemplation، contemplative life، که همون زندگی عرفانی است، زندگی همراه با تأمل و مراقبه. ولی باز توش معنی معرفت نهفته نیست. در سنت خودمون غیر از عرفان تصوف گاهی به کار میره، گاهی که اصلا خیلی رایجه. تصوف هم اصلا توش معنی شناختن نیست. تصوف یعنی پشمینه پوشی، جامعه پشمین به تن کردن. صوفی یعنی کسی که صوف، جامعه پشمی به تن میکنه. یعنی اصلا دلالتی بر معرفت و شناخت توش نیست. حافظ میگه پشمینه پوش تند خو از عشق نشنیده است، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. اون پشمینه پوش همون صوفی. چرا صوفی میگم؟ چرا ربطی داره عرفان با پشمینه پوشی؟ یه ربطی داره. ربطش اینه که جامعه پشمین در گذشته با دست می‌بافتن، خشن بود، زیرش هم دیگه این چیزی نمی‌پوشیدن. مثل الان نبود که زیر شما یه لباس نرم می‌پوشید بعد تازه خود اون جامعه پشمین هم دیگه با دست نمی‌بافتن، کارخونه می‌بافتن پشمین، هیچ خشن هم نیست. خب این جامعه پشمین بافته شده با دست رو شما بپوشید، زیرش هم چیزی نپوشید، خب بدن رو آزار میده. توی این مشرب و مسلک هم جزء شرایطش و آدابش ریاضت کشیدنه. خب این ریاضت دائمیه شما یه چنین جامعی بر تن داشته باشید، شب و روز داره شما رو زجر میده. بله، کلمه تصوف صوفی این مقدار ربط داره با این بحث که این یه اشاره‌ای داره که اینا یه نه زندگی دارن که با ریاضت سر و کار داره، ولی اصلا توش چیزی که دلالت کنه که یه نوع معرفت توشه، شناختن توشه، از این کلمه در نمیاد. اما کلمه عرفان اینجوری نیست. اصلا عرفان یعنی شناختن. شما این واژه رو که میشنوید میفهمید که اصلا بحث سر شناختنه، دانستنه. یه امتیاز کلمه عرفانه. امتیاز دیگرش اینه که واژه عرفان واژه دینیست، واژه قرآنیه، واژه روایت، روایات اومده، تو دعاها هست خود این واژه یا مشتقاتش، معرفت،
یعرفون، تعرفون، عارفین، تو دعای کمیل میگید یا غایت اعمال العارفین، واژه دینیه، تو مفاتیح داریم مناجات العارفین، این واژه واژه اسلامیه، واژه دینی، ریشه دینی داره، تو متون دینی هست، تصوف نه، پشمینه پوشی، پشمینه، قداستی نداره. حالا چه ریشه ای داشته، از کدوم فرهنگ وارد فرهنگ اسلامی شده، اونم مطالعه شده، یعنی پیگیری کردن از سنت های دیگه وارد جهان اسلام شده، این که پشم پوشیدن خودش یه فضیلتی و خودش یک امتیازیه، این ریشه اسلامی نداره، یعنی هیچ حدیثی نداریم که اگه کسی جامعه پشمین بتن کنه مثلا خیلی این دیگه باید احترامش کرد. این جامعه در واقع انسان رو بالا نمیبره. بنابراین ما واژه تصوف رو نمیپسندیم به این دوتا دلیل، یکی این که توش معنی معرفت نیست، دوم که واژه دینی نیست، واژه برعکس واژه عرفان که هم دلالت بر معرفت و شناخت داره و هم واژه دینی. پس عرفان سر و کارش با شناختن، عرفان اسلامی، یعنی اونی که مهمه ریاضت نیست، اونی که هدف ریاضت نیست، هدف اینه که ما به معرفت برسیم، بعد اونها باید بدونیم از چه راهی میتوان به معرفت رسید، آیا ریاضت لازمه؟ نیست. چه مقدار ریاضت لازمه؟ خود ریاضت موضوعیت نداره، ما گم شده مون معرفته، منتها چه نوع معرفتی؟ معرفتی که تو علوم دنبالشیم؟ نه، عارف دنبال این نوع معرفت ها نیست، اینا در خارج از عرفان هست، اینا رو رد نمی کنه، اینا سر جاش درست هم معتبر هم، اما اونی که ما میخواییم از این دانش ها بر نمی، ما میخواییم اون علم الیقین و عین الیقین برسیم، اونی که دیشب توضیح بدیم، اون دیگه از این دانش ها در نمیاد، اون راهش این نیست که بشینیم فکر بکنیم، بریم ریسرچ بکنیم، بریم کتاب خونه ها پای درس استاد بشینیم، اون باید تحول وجودی در خودمون ایجاد بکنیم، یعنی وجودمون رو باید عوض بکنیم، تغییر ایجاد بکنیم، مثل یک کسی میخواد قوی بشه، نیرومند بشه، جسمش، شما بگید آقا من چه کتابی رو بخونم قوی بشم؟ شما یه مربی تربیت بدنی چی جواب بهش میدید؟ کتاب خوندن که آدم رو قوی نمی کنه، قوی میخواید بشید تمریناتی رو باید انجام بدید، کتاب اگر اون تمرینات رو توش نوشته باشه میتونه کمک بکنه، فلان کتاب رو بخونید، تمریناتی که میگه عمل بکنید، اون عمل است که موجب میشه شما در یه رشته یا در یه بعدی رشد بکنید، اون عمل مهمه، اون کتاب میتونه راهنما باشه، ولی شما همه کتاب های تربیت بدنی دنیا رو بردارید حفظ کنید و اصلا درس بگید قوی نمیشه، روز روز ضعیفتر میشید از شدت مطالعه و ورزش نکردن و بی‌تحرکی، راجع به ورزش میتونید سخنرانی کنید، میتونید درس بگید اما ممکن نتونید از جاتون تکون بگید، ورزش نیروی جسمی با نیروی جسمانی با ورزش به دست میاد، نه با مطالعه، نه با شرکت در کلاس، نه با نشستن و فکر کردن، بشینیم فکر کنیم قوی بشیم، نه خیر، بشینیم فکر کن راه قوی شدن رو پیدا بکن، اون راه برو، بله اون منتهی به نیرومندی میشه، مهم اون رفتنه، این کتاب و استاد و اینا فقط اون راه رفتن رو ما از اون جهت که راه رفتن رو ما نشون میدن میتونن مفید باشن، و الا خودشون نه، شما هزار تا از این کتاب بخونید هیچ یاد نمیگیرید، هزار تا کتاب درباره شنا بخونید شناگر نمیشید، هزار تا کتاب درباره فوتبال بخونید فوتبالیست نمیشید، کوهنورد نمیشید، کوهنورد وقتی میشید که راه بیفتید برید، منتها وقتی بخواید راه بیفتید باید یا راهنما داشته باشید یا کتابی رو خونده باشید مسیر درست رو برید و شکل درست رو طی بکنید، این علوم هم سهمشون اینه، کتاب راهنما برای شما هستن، اما تو ریاضی اینجور نیست،
تو ریاضی اگه بشینید فکر کنید کتاب بخونید میشید ریاضیدان، یعنی به هدف هیچ کار دیگه لازم نیست بکنید. خود همون دانستن هدفه. فلسفه همینطوره. شما لازم نیست کاری بکنید فیلسوف بشید. بشینید فکر کنید کتاب بخونید، پای درس استاد بشینید بشید فیلسوف. بعضی از علوم دانستنی هم بعضی ها بود جنبه مهارتی دارن. یه تقسیم بندی تو کتاب های معرفت شناسی هست، میگن knowing that and knowing how، دو جور دانشه. knowing that هیچ عملی لازم نداره. یه کتاب جغرافی رو برمیدارید میخونید دنیا چه شکلیه چه خبره. knowing that، knowing how پرکتیسه، عمله، یعنی کار رو باید انجام بدید. اون کار و اون تمرین رو اگه انجام دادید اون مهارت نصیبتون میشه. یه تقسیم بندی دیگه هست، راسل داره، میگه که دو جور دانش داریم توی فلسفه ما هست. حالا اون به یه زبان دیگه گفته، ما به یه زبان دیگه دید. میگه دو جور معرفت داریم، knowledge by description، knowledge by acquaintance. knowledge by description یعنی علم از راه توصیف. آقا اتم چیه؟ به شما میگن آقا این 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 خصوصیت رو داره، این ویژگی ها رو داره، این شیشتا مؤلفه رو داره. شما لازمه چیزی رو ببینید، به شما بگن یاد میگیرید، توصیفی رو. acquaintance آشنایی، یعنی باید باش مواجه بشید، ببینید، حسش بکنید. ما تو فارسی هم بین دانستن و شناختن فرق در کاربرد فرق میگذاریم، ولی تو ذهن ما ممکنه که توجه نداشته باشید. شما میگید که من مثلا فلانی رو میشناسم، نمیگیم من فلانی رو میدونم. برای که دانستن و شناختن خب یک معناست تقریبا کتاب لغت، ولی هیچ وقت نمیگیم من آقای شیری رو میدونم، بگه من ایشون رو میشناسم. آقای خواجوی رو که دارن صحبت میکنن من میشناسم، من میبینم. بله انگلیسیش برعکسه، اونم میگم میدونم. نه بله، من فارسی رو دارم عرض میکنم. تو فارسی میدونم نمیگیم آقای خلیقی رو میدونم، میگم ایشون رو میشناسم، ولی میگیم مثلا فلسفه میدونم، ایشون حقوق میدونه، نمیگیم حقوق رو میشناسه. یعنی اونجا که شناختن به کار میبریم یه شیء خاصیه، یه موجود خاصیه، ما باش مواجه شدیم، تصویرشو داریم، این شناختنه، یه شیء معین. دانستن کلیه، یعنی شما یه سری قواعد کلی رو میدونید، یه موجود خاصی رو باش روبرو نیستید، یه قواعد، یه مجموعه اصول کلیاتی رو میدونید. توی عرفان ما دنبال دانستن نیستیم، دنبال شناختنیم. دانستن خدا با شناختن خدا فرق شدید. ما تو فلسفه خدا رو میدونیم، میگیم آقا عالم متغیره، هر متغیری حادثه، پس عالم حادثه، موجود حادث محدث نیاز داره، پدید آورنده، پس محدثی باید باشه خداست. این یه سری قضایا رو کنار هم قرار میدیم، یه نتیجه میگیریم خدا وجود داره. این دانستن، شناختن نیست. شناختن اینه که چطور آدم ها رو میشناسیم؟ آدم ها رو با یه سری مقدمات و قیاس و اینا میشناسیم؟ نه، وقتی روبرو میشیم سلام علیک میکنیم، میریم خونه شون، سوزگه نهار بدن، شام بدن، دیگر اشان خوب میشنسید. این شناختن مواجهه است. فیلسوف دنبال دانستن، عارف دنبال شناختن، یعنی خود رو ببینه، بشناسه، باش ارتباط برقرار کنه. کلیات رو نمیخواد بدونه، میخواد اون حقیقت رو مستقیم بیواسطه حس بکنه. این
اساس عرفان اینه، یعنی شناختن بی‌واسطه خدا. خدای انتزاعی نه، خدای کانکریت، عینی، واقعی که میشه دید باش حرف زد. مولوی توی فیه ما فیه میگه که یه کسی اومد پیش یه عارفی گفت که من با ادله متقنی وجود خدا رو اثبات کردم. ایشون به طعنه گفت که خیلی ممنون، خدا دیشب ملکی فرستاد و از شما خیلی تشکر کرد که وجودش اثبات کردی، خیلی زحمت کشیدی با من. اثبات چیه؟ میخواییم با خدا معاشقه کنیم. عارف دنبال اینه. با این نوع معرفت با ذهن و اینا به تنهایی حاصل نمیشه. این باید خودت رو دگرگون بکنی. یعنی چشمی در خودت رو وجود بیاری، وجود داره، نهفته است، شکوفا کنی، اکتیوش بکنی. بی معرفت نباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند. یعنی باید با خود آشنا بشی. غرض آشنا شدن. این نوع آشنایی به دنبالش اون بعد عاطفی و احساسی میاد. یعنی اگر با خدا مواجه بشی، چون خدا جمیل مطلقه، عاشق او خواهید شد. یعنی این شناخت به دنبالش اون احساس میاد. یعنی یه معرفتی است که فقط با ذهن شما سر و کار نداره، با دل شما سر و کار داره. هم بعد معرفتی داره، هم بعد احساسی داره. شناخت خداست، به دنبال این شناخت عشق میاد، خود به خود میاد، به طور طبیعی میاد. غیر ممکنه که نیاد ولی دیگه اگر اون مواجهه حاصل بشه. یعنی شما با زیبایی مطلق مواجهه که شدید، این واکنش عاطفی شما عشق بوست. شما با موجود عظیمی مواجه بشید، واکنش طبیعی شما خضوع در برابر اوست. شما نمیشینید تصمیم بگیرید بگید حالا این موجود عظیمه، خب من حالا خضوع بکنم یا نکنم. تو این حالت نیست که مواجهه همان و خضوع همان. بنابراین معرفت خداوند، شناخت خدا به دنبالش عشق به خدا را هم میاره، جدا از هم نیست. جایگاه حدیث قدسی که من عرفنی عشقنی بله همینه دیگه، من عرفنی عشقنی بشناسد عاشق میشود. یعنی اینجور نیست که بشناسه بعد حالا یه مدتی بگذره یه کارهای دیگه ای بکنه تا عاشق بشه، نیست. واکنش عاطفی ما در مقابل اون مواجهه عشق است. چند تا واکنش های مختلف داریم. عشق به جمال او تعلق میگیره، خضوع به کبریایی او تعلق میگیره، خوف باز بود عظمت او تعلق میگیره، همه این احساسات پیدا میشه. یک متکلم آلمانی است به نام، کتابی داره به نام The Idea of Holy، ایده امر قدسی، رودولف اوتو اسم این متکلم آلمانی. میگه در این تجربه، تجربه مینوی، تعبیر اون نومینوس اکسپیرینس، شما وقتی که با اون حقیقت بیکران مواجه میشید، دو تا اتفاق میفته. یکی این که این تجربه
در شما احساس خشیت میکنه. terrifying، خشیت. خشیت غیر از ترسیدن، اونجا که ما از یه موجود خطرناکی میترسیم، از یه مار میترسیم مثلا، از یه پلنگ میترسیم، اون خشیت نیست، اون ترس. خشیت اونجاییست که در مقابل یه موجود عظیمی قرار میگیرید، اون هیچ خطری هم برای شما نداره. عظمت او چنان بر شما سیطره پیدا میکنه، خودت رو مقهور او میبینی و خودت رو میبازی و خشیت به شما دست میده. مثل اونجا که میدید کسی در مقابل یه بزرگی میخواد سخن بگه، صداش میدرزه. این ترس نیست، نمیگه اون میخواد من رو بزنه به ترسن. خشیت در مقابل بزرگی اوست. توی انسان ها این اتفاق میفته. اما جالب اینجاست که both terrifying and fascinating، یعنی هم خشیت ایجاد میکنه هم جذبه ایجاد میکنه. شما از یه چیزی خشیت داری که سراپای وجودت به او عشق میبرزه. این توی دعاهای ما هست، این تعابیر تو دعاها هست. یکی از ویژگی های این نوع تجربه ها تناقض نما بودنشونه، پارادوکسیکالیتی آف میستیکال اکسپیرینسز. اینا پارادوکسیکال هست، اینا خدا هم دوره هم نزدیک. الذی بعد فلا یرا، یعنی اینقدر دوره که هیچ کس او رو نمیبینه. و قرب اشهد النجوا، اونقدر نزدیکه که اون نجوای درونت رو میشنوه، اونی که هنوز نگفتی تو دلت خطور کرده، خدا اونو میشنوه. دور و نزدیک تقابل دارن با هم، یه چیزی که دوره دیگه نزدیک نیست، نزدیک دیگه دور نیست. ولی وقتی با مطلق سر و کارتون میفته، با نامتناهی، هم دور هم نزدیک. بعد الذی برد فلا یرا و قرب فشهد النجوا، اینقدر دوره که دست هیچ کس بهش نمیرسه و اونقدر نزدیکه که از خود شما به شما نزدیکتره. یه جا میگه که نحن اقرب الیکم من حبل الورید، از اون رگ حیاتتون به شما نزدیکتره. یه جای دیگه میگه که از خودتون به خودتون نزدیکترین. ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین شخص و دلش حائل میشه، یعنی بین خودش و خودش. یعنی او از من منتر میشه، در کنار من نشین ای آن که از من منتری. تا قمر را با نمایم که از قمر روشن‌تری. این که من عرف نفسه و عرف ربه، کسی خودش رو بشناسه خدا رو شناخته، یعنی من اگر من رو بشناسم خدا رو یافتم، برای اینکه اون منتره، اصلا من حقیقی اونه. این من یک جلوه ای از اون من حقیقیه. انا لله و انا الیه راجعون، ما از اویی. او مبدع ماست، یعنی اون از من منتره. پارادوکس دیگر اینه که ببینید خدا اینقدر به ما نزدیکه، میتونیم بگیم حالا ما هم به خدا اینجور نزدیکیم. خدا به ما نزدیکه، ما ممکنه از خدا دور باشیم. اینا تو عالم مادی معنی پیدا نمی‌کنم. من الان نزدیک این بلندگوام، اونم نزدیک منه دیگه. معنا نداره که بگم من نزدیکشم و اون دوره. اما در رابطه با خدا اینطوری، او به ما نزدیکه، در همون حال ما میتونیم از او دور باشیم.
اصلا این وادی، وادی تناقضات، نه تناقضات باطل، پارادوکس هاست. یعنی اون چیزی که در عالم مادی نمیتونه وجود داشته باشه اونجا اصلا حکم دیگری داره، اونجا داستان، داستان دیگری. خلاصه بکنم، قدم اول معرفت، قدم دوم یا پله دوم الان تمام بکنم. تحقیل کنم بسیار. قدم دوم محبت، معرفت، محبت. قدم سوم چیه؟ ما حالا خدا رو میشناسیم، خدا رو دوست هم داریم، اون بعد کاگنیتیو ما، اون بعد ایموشنال ما هر دو توحیدی شدند. بعد سوم وجود ما چی بود؟ عمل، رفتار، اونم باید خدایی بشه. مغز ما خدایی میشه، دل ما خدایی میشه، رفتار ما خدایی باید بشه دیگه، و این وجود باید هماهنگ باشه دیگه، این وجود باید ابعادش با هم سازگار باشه دیگه. مرحله سوم اطاعت، یعنی شما موجودی رو که میشناسی، به او عشق میبرزی، از او اطاعت خواهی کرد. این اطاعت هم به طور طبیعیه، یعنی ضروریه، حتما این کارو میکنی. اگر عاشق باشی مطیع خواهی بود، اگر مطیع نبودی معلوم میشه عاشق نیستی، و اگر عاشق نبودی معلوم میشه معرفت نداری. ارتباط منطقی، معرفت عشق رو میزاید، عشق اطاعت و بندگی رو. خب حالا ببینیم ما اینا رو داریم یا نه، از اون آخر شروع کنیم راحت تر. اگر دیدیم بندگی نداریم، رفتار ما سازگار با رضای الهی نیست، معلومه که در عشق ما به خدا، در محبت ما خللی است. اگه در محبت خللی باشه، چرا در محبت خلله؟ مگه ما چیز زیبا رو دوست نداریم؟ نمیشه که حقیقت زیبایی رو ببینیم دوست نداشته باشیم. پس زیبایی رو ندیدیم، در معرفت ما اشکال نیست. این ستا تمام عرفان این سه کلمه است، معرفت، محبت، اطاعت. این عرفان راستین، معرفت خداوند، محبت به خداوند، اطاعت از خداوند. چرا میگیم معصوم گناه نمی کنه؟ برای ما تصورش مشکله، ولی با این تحلیل اصلا غیر از این نباید انتظار داشت. اگر معصوم کسیست که معرفتش کامله، اگر معصوم کسی که معرفتش کامله، پس عشقش هم کامله، پس اطاعتش هم کامله. اگر در اطاعتش نقصی بود، در محبتش نقصی است، و اون نشون میده در معرفتش نقصی است. فرض کرده بودیم که برهان خلف، فرض کرده بودیم معرفتش کامله، پس معرفتش هم کامله، اطاعتش هم کامله. کامل بودن معرفتش. بله، حالا این میشه بحث کرد. یعنی اون معرفت شهودی و بیواسطه براش حاصل شده. خود اون معرفت شهودی و بیواسطه البته مراتب داره، یعنی اینجور نیست که همه در یه درجه معرفت دارن. معرفت درجات داره، محبت درجات داره، اطاعت هم درجات. اینجور نیست که یا ما هیچیشو نداریم یا همشو داریم، زو مراتبه. معرفت اساسا درجات داره. معرفت یه آدم عادی با یه عارف با پیغمبر، زمین تا آسمان بین اینا فاصله است، تفاوت است. ولی هر درجه ای از معرفت محبتی متناسب با اون درجه در شخص ایجاد میکنه، و همچنین
اطاعت و عمل بود و رفتار تصحیح میکنه. دینداری راستین یعنی دینداری یعنی شناخت خدا، حب خدا، عمل بر وفق رضای خدا. عرفان راستین این معیار. حالا اگر دیدیم کسی، گروهی، فرقه ای دم از عرفان زد، ولی ببینیم که عرفان که دیدنی نیست، یعنی معرفت اون رو که ما نمیتونیم ببینیم، محبتش هم تو دلش اونه که نمیتونیم ببینیم، ولی اون رفتاره که میتونیم ببینیم، اون دیدنیست. اگر دیدیم رفتارش با اونچه که خداوند میخواد تفاوت داره، در راستای اراده خداوند نیست، در راستای اوامر و نواهی خداوند نیست، میفهمیم که عشقی هم نداره، معرفتی هم نداره، دروغ، عرفان کاذب. یعنی عرفان کاذب یعنی ادعای عرفان میکنه ولی عرفان نیست. خیلی داشتیم، فرقه های زیادی صوفی داشتیم، الان هم داریم. یکی از چیزهایی که در تصوف اتفاق افتاده شریعت گریزی است. یعنی یه دو گفت اومدن گفتن آقا همه اینا منشأش سوء فهمه، یعنی چیزی که من دارم عرض میکنم به این واضحی، اینا از اول اینجور واضح نبود، الان هم برای خیلی ها واضح نیست. گفتن آقا اگر تمام حقیقت عشق به خداست، ما عشق به خدا داریم دیگه، میگم باید دلت صاف باشه، نماز میخوای چکار کنی؟ نماز مهم نیست، دلت صاف باشه. این نماز مهم نیست دلت صاف باشه یعنی چی؟ اگر دل صاف باشه یعنی دل مالا مال از عشق خدا باشه، مگه میشه که امر خدا رو اطاعت نکنه؟ پس اگر امر خدا رو اطاعت نمی کنه، بی اعتنایی میکنه، معلومه تو دل مشکل هست، دل صاف نیست. اصلا دل رو که ما نمیتونیم ببینیم، ما از راه این عمل میتونیم فقط تشخیص بگیریم. همون معرفت، همون محبت پنهانی هم. معرفت و محبت دیدنی نیست، عمله که دیدنی نیست. با همین معیار شما میتونید عرفان راستین رو از عرفان دروغی، عارف صادق رو از مدعی کاذب تشخیص بدید. یه عده اومدن گفتن که تکالیف شرعی، فقه، احکام، اینا مال عوام الناسه، مال کسانیست که به حقیقت نرسیدن. ما که به حقیقت رسیدیم دیگه اینا لازم نیست، چون شدی بر بام‌های آسمان، سهل باشد جستجوی نردبان. نردبان برای اینکه بریم پشت بام دیگه، وقتی رسیدی به پشت بام دیگه نردبان رو بچه کنید بردش. یه چنین مغالطه‌ای در ذهنشون رخ داده. عرفان راستین اینو نمیگه، اونی که عارف‌تره بیشتر پایبنده به تکالیف شرعی است، به تکالیف الهی است، چون عاشق‌تره او بیشتر از مناجات با خداوند لذت میبره. اوج این عرفان رو باید در روز عاشورا دید. امام العارفین اوست. شب تاسوعا دیدن صدای سر و صدا و همهمه میاد. امام کسی رو فرستاد که ببینه چه خبره. گفتن مثل این که لشکر ابن زیاد میخواد حمله بکنه به خیمه های امام حسین. امام علیه السلام به برادرش حضرت ابوالفضل العباس میگه که برو با اینها یه گفتگویی بکن و بگو اگر موافق باشن حمله رو به فردا موکول بکنن.
برای اینکه من دوست دارم در آخرین شب عمرم با خدایم بیشتر مناجات کنم. دوست دارم تلاوت قرآن کنم. دوست دارم نماز بخونم. رضا آخرین معاشقه رم انجام بدیم، بعد به لقا و دیدار حق بشتابیم. امام اون شب رو مهلت نخواست تا فرار بکنه یا یه روز بیشتر در دنیا زندگی بکنه. بهترین لذتی که از عمر میتوان برد مناجات با خداونده. از این فرصت باقی مونده حد اکثر استفاده رو بکنم و شب عاشورا تا صبح در خیمه های امام حسین صدای نجوای با خداوند بلند بود. لهم دوی که دوی نهر، مثل کندوی زنبور عسل شما این نغمه و نجوا رو میشنید. هیچ کس از مرگ و کشته شدن گله نداشت، همه مشغول راز و نیاز با مرگو. شب نماز، شب دعا، شب مناجات، شب نیایش. و روز عاشورا در گرماگرم نبرد، وقتی که یاران ابو عبدالله یکی پس از دیگری مثل برگ خزان به زمین می‌ریختند، یکی از یاران وفادارش به نام ابو سمامه ساعدی میاد میگه که آرزو دارم قبل از شهادت. به امام میگه خب چند دقیقه دیگه و لحظاتی دیگه ما شهید میشیم، اما قبل آرزو دارم قبل از شهادت پشت سرت یه نماز بخونم، آخرین نماز رو هم بخونم. وقت نماز امام حسین علیه السلام دعا میکنه اون شخص رو که خدا تو رو از نماز گذاران قرار دهد که ما رو به یاد نماز انداخت. در همون گرما گرم نبرد امام به نماز می‌ایسته و عده‌ای از عاشقان و دست از جان شستگان او اقتدا می‌کنند و چند نفر هم میرن در پیشروی امام خودشون رو سپر تیرهای دشمن قرار میدن که تا نماز به پایان رسید اونها هم به شهادت رسیدن با تیرهای دشمن. این معجزه عاشورا، این رمز عاشورا، این عبودیت، اون عشق به خداوند. نماز در واقع صحنه بروز و تجلی عشق بنده به خداست و ما در زیارتنامه امام حسین میخونیم اشهد انک قد اقمت الصلاة، ما شهادت میدیم که تو برای اقامه نماز به شهادت رسیدی. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. الله اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا